خامنه ای روز 14 دی به صحنه آمد و در مورد مسائل زنان مشتی اراجیف به هم بافت. او در این سخنان مهمترین نقش زن را خانه‌داری توصیف کرد که از ذهن علیل و زن ستیز آخوندها بیشتر از این انتظار نمی رود. اصلی ترین نقش یک زن همین نقش خانه‌داری. خانه‌داری یعنی خانه را داشته باشید. در کنار داشتن خانه هر کار دیگری که از عهده شما برمیاد و میل به اون به شوق به اون داری رو میتونید انجام متعاها همه در ذیل خانه دارید. خامنه ای در سالهای قبل هم زن را یک خانه‌دار و کسی که در خدمت مرد است تعریف کرده است. خانه‌داری فطری ترین و مطلوب ترین کار برای زنان است. بعضی خیال میکنند زن کمبودش این است که مشاغل بزرگ و سر و صدا دار ندارد. خیر، مشکل زن این نیست. حتی آن زنی هم که شغل بزرگی دارد، به یک تکیه گاه مطمئن عاطفی و روحی که شوهر و مرد اوست نیازمند است. خانه‌داری یک شغل است، شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حساس، شغل آینده ساز. این حرفا در واقع اثاره تفکر آخوندهای حاکم بر ایران در مورد زنان است. دیدگاه ارتجای آخوندهای حاکم هرگز نمیتواند زن را یک انسان ببیند و تمام تراشش این است که زن را خانه نشین کند. خامنه‌ای در این سخنان بنبست خودش و حاکمیت ولایت فقیه را در موضوع زنان به نمایش گذاشت. به خصوص این موضوع بکارگیری زنان فرزانه ما، کارآمد ما، مجرب ما، دانشمند و عاقل و فهمیده ما در رده‌های گوناگون تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، این مطلب مهمیه. البته ذهن بنده مشغول هست به این قضیه. باید راهی براش پیدا کنیم، باید مسیری انشالله پیدا کنیم، ببینیم چی کار میشه کرد. خامنه ای بعد از 43 سال از حاکمیت ننگین آخوندها تازه یادش آمده که باید راهی برای کار زنان پیدا کند، که البته هیچگاه مسیری پیدا نخواهد کرد، چون خودش عامل اصلی سرکوب زنان میهنمان است. اما در مورد وضعیت زنان، خامنه ای به روی نامبارک خود نمی آورد که در ایران 5 میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد که 52% این افراد فاقد بیمه و مستمری هستند، یعنی 2,600,000 زن مظلوم سرپرست خانوار. در برخی آمارهای دیگر رژیم آمده است که 80% زنان سرپرست خانوار هیچ درآمدی ندارند، یعنی 4 میلیون زن سرپرست خانوار. اما هیچگاه باعث مشغولیت ذهنی خامنه ای نمی شود. یعنی برای خامنه ای اهمیتی ندارد که این میلیون ها زن مظلوم چطور باید زندگی خود و افراد تحت تکفل خود را اداره کنند. تازه زنانی هم که شانس آورده و شغلی پیدا کردند، درآمدشان بسیار ناچیز است. بر اساس آمار رسانه های رژیم، درآمد زنان در ایران 1/5 درآمد مردان است. اما آنچه که باعث مشغولیت ذهن خامنه ای در مورد مسئله زنان شده، قیام سراسری مردم ایران است. قیامی که زنان در آن نقش پیشتاز دارند و در صحنه های آن می درخشند. قیامی که با شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور به پیش می تازد. در طول تاریخ هیچ رژیمی به اندازه حاکمیت ولایت فقیه زنان را اعدام نکرده است. ده ها هزار تن از زنان مبارز و مجاهد را اعدام کرده است. وحشیانه ترین نوع شکنجه ها را علیه زنان اعمال کرده است تا آنان را از صحنه مبارزه حذف کند. اما امروز می‌بینیم که زنان در میانه میدان در صحنه های قیام فعالانه شرکت دارند و نقش رهبری آن را به عهده دارند. خامنه ای باید بداند که زنان از صحنه مبارزه حذف شدنی نیستند، بلکه به عکس آن کسی که باید حذف و نابود شود حاکمیت زن ستیز ولایت فقیه است. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، در خرداد 1374 از نقش زنان در رویارویی با آخوندها و نیروی عظیم آنها اینطور گفتند: آغاز راه رهایی از هنگامیه که باور کنیم هیچ کس نمیتونه
مانع رهایی زنی بشه که اراده کرده که آزاد زندگی کنه، آزاد از تمامی قید و بندهایی که به خوبی اون رو میشناسید. و خطاب به زنان هموطنم در ایران اسیر، اگر به این حقیقت ایمان بیارید، چون تیر از چله کمان بندها رها خواهید شد و به سمت آسمان آزادی پر خواهید کشید. همچنان که زنان در جنبش مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی چنین کردند و اکنون آسمان مقاومت رو در رابطه با زن ایرانی سرشار از بزرگی و افتخار کردند. و اگر زنان ما به چنین نقطه‌ای برسند، بدون شک انرژی و نیروی آزاد شده توسط اونها همون عامل تعیین کننده ای خواهد بود که نه فقط تومار حیات و فرهنگ آخوندی رو در هم میپیچه، بلکه پایداری آزادی در ایران فردا رو هم تضمین خواهد کرد. پس اجازه بدین به عنوان یک زن از همینجا به آخوندهای پلید و زن ستیز میگم که هرچه در چنته ارتجاعی و قرون وسطایی خود از وحشیگری، زن ستیزی و ستم داشتید بر سر زن ایرانی آوردیم، ولی وای به روزی که این نیروی تاریخی عظیم آزاد بشه و به میدون مبارزه بیاد. اون وقت خواهید دید که دودمان ارتجای شما رو این زنان رها شده به آتش خواهند کشید. شما آخوندها با جنایاتتون و زن ستیزیتون این انتخاب رو به عمل آوردید و به طور محتوم به دست زنان رها شده ایران از صحنه تاریخ جارو خواهید شد.